آمدین، به طلوع خوش آمدین به پایتخت افغانستان، کابل زیبا. و همچنان عید شما مبارک باشه و همچنان سال نو شما مبارک باشه. در این زمستان چهار رقمت را از این طرف بویش میاد، چهار رقم از این طرف میاد و قریب است که دیوانه شوام. افتخار کامل سلیمانی. سلام خداوند یکتا و یگانه، سلام به شما قسیم جان، سلام به تیم و مقابل خودم فایما سلیمانی هستم، سر تیم البته خانواده سلیمانی. بخیر باشین سوریا جان، دخترک کاکایم و همچنان بیشتر جان هم خواهرم بیشتر سلیمانی و همچنان رویا سلیمانی دخترک کاکایم. نام خدا بیشتر هم و چهره فاطمه گل وارثم و رقم چهره تنشاره چهره خارجی داره دیگه. سلامت همتون میای مقبول زیبا افتخارمی دخترهای مقبول زیبا یکم بزنید. میریم به طرف فامیل سادات که سرتیم از یا حسنا جان است. حسنا جان سلام بر شما، عید شما مبارک باشه. سلام خدا، سلام بر قسیم جان و سلام به تمام بیننده های عزیزی که همین اکنون ما را طریق برنامه رو در رو بیننده هستند. سلامت باشین. میشه که اعضای فامیل هم معرفی بکنین؟ حدیثه جان سادات دختر احمد جانم و سونا جان سادات خواهرم و اوستا جان ساداتم خواهرم. نام خدا به افتخارشان. و ای اولین بار است که ما در این برنامه هستم، چهار نفر دختر این طرف است، چهار نفر دخترم این طرف. مادر ما در چی حالت باشه؟ دخترها قابل افتخار هستند، قابل فخر هستند. ما به خاطر زیبایی و مقبولیشان بگم بچه ها دیر از سرتیم دو فامیل خواهش میکنیم بیاین اولین سوال های ما را جوابتن به افتخارشان اکم محکم بزنین. نام خدا، چقدر لباس هایتان به یکی دیگر خوب یک مچینگ داره، از یک دکان خریدین اتمن؟ شک داریم. چقدر وقت گرفت که یا آماده شدن؟ کل از اینا تقریبا از 6 بجه صبح که اینا آماده میشن و خیلی خیلی بسیار بمشکل. اگر نه هیچ اینا آماده نبودن من اینا رو بزار آوردم، اگر میمانده میشن یک 4 ساعت دیگه آماده میشته. خب سوالی که از شما پرسان میشه بین 100 تن دوستا جواب گرفته شده، تعداد جواب های ما شده 8. یک هنرمند افغانستان را نام ببرید که بیشتر کنسرت میداشته باشه. بیشکت از خوبش 15 امتیاز. فهیمه جان یک هنرمند افغانستان را نام ببرید که بیشتر کنسرت می داشته باشد. نغمه. نغمه. نغمه گفتین؟ بله. من گفتم خیلی نغمه گفتین. نغمه است. خب شما امتیازهایتان فعلا یک طرف فامیل سعی بکنین یا به فهیمشان واگذار میکنین یا بریم؟ طرف فامیل یک سعی بکنین، طرف بسعی نکنین. من می فهمم یک جذابیت دیگه دارم. من سعی کنین. بفرمایید، بفرمایید. بفرمایید. حدیثه جان یک هنرمند افغانستان رو نام ببرین که زیادترین کنسرت اجرا میکنه یا کنسرت میشه. غزل صداد. بله؟ غزل صداد. غزل صداد. ما کنسرت رو ندیدیم. یکان مونده دو پای باورشون بودم نمیدیدم ببینیم غزل صداد هست. سونا جان آرزو نیک بین. ببینیم که هست آرزو نیک بین. شما باید ترک مشوره داشته باشین. اوستا جان. همتون میشه نامتان؟ نام خود یک نام بسیار مقبول داره. اوستا جان، اوستا جان یک هنرمند افغانستان را نام ببرین که بیشتر کنسرت میداشته باشه. غزال عنایت. غزال عنایت هست بچه ها؟ خوبش یک چانس مانده. مگم شما دقت بکنین یک هنرمند افغانستان را نام ببرین که بیشتر کنسرت داره. نه چی یک هنرمندی هست ها؟ واو. یک دو ولی فتی علی خان. ولی فتی علی خان بس؟ خیر چانس دارین، سه سوال دیگه مانده، شما تشویش نکنین. رویا جان یک هنرمند افغانستان را نام بگیرین که بیشتر کنسرت می داشته باشد. هنگامه. بله؟ هنگامه. هنگامه؟ خب بیشتر جان قیس الفت. قیس الفت. قیس الفت. شما سر تیم هستین، تصمیم بگیرین. ما همراهشان هم نظر است. همراه کدام از این آخر سه نفر انتخاب کردن؟ امی امروی هرسش میرو خام نمیشه فایما جان، یک کیلو بگوین. امروی سوریا جان. امروی سوریا جان چی گفتن؟ قیس الفت. قیس الفت کنسرت قیس الفت دیدین؟ ببینیم کس افتخار فامیل سادات جوابایی که باز نشده ببینیم. غزل سادات شماره 8، سیتا قاسمی شماره 7، حیدر سلیم شماره 4، پنج، مجده جمالزاده 4، عبید جوینده 3، و اولین هنرمند کی بوده؟ فرهاد دریا.
بله فرادریان بزار کنسرت های خوبی داشتن. حدیثه جان و سوریا جان شما بیاین نفرهای دوم. سوالی که از شما پرسان میشه تعداد جوابای باشده 8 دیره 100 نفر اینمی از جواب انتخاب کردن. شما اگر وزیر شوید درست؟ دوست دارید وزیر کجا باشید؟ اینا بگید؟ وزارت خارجه. وزارت خارجه چی ها بزر وزارت خارجه؟ وزارت خارجه ببینیم که هست. شما اگر وزیر شوید دوست دارین وزیر کدام وزارت باشید؟ امور زنان. امور زنان ببینیم که هست؟ بازم یک چانس دیگه برای شما میتونیم یک دقت بکنین سوال هم میخونم با دقت. بازم شما اگر وزیر شوید دوست دارید وزیر کجا باشید؟ وزیر داخله. وزیر آشپز. خب وزیر داخله ببینیم کس؟ وزیر امور داخله. خوب است 13 امتیاز اما بلندترین امتیاز نیست. شما اگر مخابرات. وزارت مخابرات چی میکنین؟ مخابرات میکنین به کلگی؟ خب ببینیم کس؟ مخابرات. شما به طرف فامیل یک نگاه بکنین. بریم شما هم بفرمایین این طرف. خب شما اگر بهشته جان وزیر شوین دوست دارین وزیر کدام وزارت باشین؟ وزیر خارجه. وزیر خارجه. دوباره اینا وزیر خارجه میشن. اگر وزیر شوین دوست دارین که وزیر کدام وزارت خانه باشین؟ معارف. معارف میتونه که باشه. خوبه وزیر معارف. شما فهمه جان اگر وزیر شوین دوست دارین وزیر کدام وزارت خانه باشین؟ کار امور اجتماعی. کار امور اجتماعی که بیکاری هم زیاد است. شما با این تنک مشوره داشته باشین تشویش نکنین. سوریا جان یک وزارت خانه را نام بگیرین شما دوست دارین در اونجا وزیر شوین. وزیر معدن. ببینیم کس؟ میریم به طرف فامیل سادات و افتخار از اینا کف بزنین که اینا بتونن که بازم امتیازها را از خود بسازن. استاد جان عزیز. وزیر معدن. معدن. خب سوریا جان. مامان. وزارت معدن. موافق هستین؟ بله. شما حدیثه جان. اقتصاد. وزارت اقتصاد. شما سرتیم هستین؟ وزارت اقتصاد موافق هستم. وزارت اقتصاد موافق هستن. اگر درست بود امتیازها میای به طرف از اینا در غیر از او فامیل سلیمانی امتیازها میگیره است. افتخارشان. بریم ببینیم که جوابایی که باز نشده کدام وزارت خانه بوده. شماره 7 حقیقتا از جای بخونین. وزیر مالیه. شماره 6 5 3 2 شماره 1 به افتخار شما یکم محکم بزنین. خب آلا سونا جان و همچنان بهشته جان خواهش میکنم در جای خود استاد شوند نبیاین به خاطر از اینکه ما در این قسمت برنامه باید است که یک بریک بگیریم. وقفه. خوش آمدین دوستان عزیز. بازم رو در رو است و اینجا هم طلوع است. ای طرف هم بهار است، ای طرف هم بهار است، در بین یک خزانه میبینین. و حالا از سونا جان و بهشته جان خواهش میکنیم بیاین سوالای سوم ما را جواب بدن. افتخارشون همتان. سوالی که از شما پرسان میشه سونا جان و بهشته جان، این سوال از 100 نفر جواب گرفته شده، تعداد جوابای ما شده 6. حیوانی را نام ببرید که با ریموت روشن میشود. ببین؟ بله ها. بله با ریموت روشن میشه. سگ. سگ. خب شما بگین. خب سعی سوال درست از شما پرسان میکنم به خاطر شما اینا آماده باشین. درست است؟ ورزش را نام ببرید که در آن مشت و لگد. خب بگین. بگین. فوتبال. میبینیم سوال ما را خوانده بودم. فوتبال. بلندترین امتیاز. خوبش اینا شما طرف فامیل یک نگاه بکنین. واگذار میکنن. اولین کسایی هستن که واگذار میکنن به افتخارشان. خوب یک اتفاق. بسیار فایمه یک سرتیم بسیار همه تو دل کلان داره دیگه. واقعیت شد استاد جان. اوستا. Can you tell me about ورزشی را نام ببرید که در آن مشت و لگد خطا شمرده شود؟ بسکتبال. بسکتبال. از؟ خوبش. 17 امتیاز.
اسنا جان ورزش را نام ببرید که مشتلقت در او فاول است یا خطا است؟ والیبال. هست؟ حدیثه جان ورزش را نام ببرید که مشتلقت در او خطا حساب میشه. بازکشی درست است. ببینیم که شایدتان باشه. شما با اینتان یک مشوره داشته باشین. سونا جان ورزش را نام ببرید که بکس لغت در او خطا شمرده میشه. کرکت. کرکت. هست بچه ها؟ خوبه. اوستا نام تا یاد گرفتم مگم. شکر. ورزشی را نام ببرید که در آن مشت لگت خطا شمرده میشه. فوتسال. فوتسال. خیره. خب میایم به طرف فامیل سلیمانی. فقط یک جواب شما میتونین که بتین که سوالا را نبینین. خب دخترهای دیگه مقبول سپاچه میشادم. ورزشی را نام ببرید که در آن مشت لگت خطا شمرده شود. بولینگ. بالنگ. بیشتا جان ورزشی را نام ببرین که مشتلقت در او خطا شمرده میشه. فتنس. فتنس. سوریا جان. فتنس. شما سرتیم هستین فایمه. تصمیم بگیرین. با اینا موافق هستین یا کدام کلمه دیگر کدام ورزش دیگر شما اضافه میکنین؟ با سوریا جان موافق هستم. تنس. تنس. ببینیم که اگر تنس درست بود میره به طرف اینا تمام امتیاز در غیر از اون میره به طرف فامیل سادات. هست؟ وقت خواهر فامیل سادات یکم محکم بزنین. که جمله امتیازهای فامیل سادات میشه 146 امتیاز. پیامایی که باز نشده ببینیم کدام پیاما کدام امتیازها بوده و کدام ورزشها بوده. شماره 6 دوش. شماره 5 شماره 4 هاتی. بفتخار اوستا و همچنان رویا یکم محکم بزنین. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خب شما چند مکتب هستین شما؟ صنف ده. من اینا رو پرسان کردم. شما چند مکتب شما؟ ده. شما هم دستین؟ شما هم دستین. امسال 11 میشین بخیر دیگه. نه صنف ده شدید. چند نمره شدین؟ 14. اوه 4 14 هم 4 4 16 خب 32 نمره. اوکی. سوال که شما پرسان بشه بعد 100 نفر دوستا جواب گرفته تا جوابای ما شده 3. یک مجری بخش ورزشی تلویزیون طلوع را نام ببرید. سمیر. سمیم رهنورد. دقیق. هست؟ خوبش. سمیم رهنورد هم بلندترین امتیاز مانده. کدام مجری است؟ یک مجری ورزشی تلویزیون طلوع را نام بگیرین استاد جان. یک دو سه. شما به طرف فامیل یک نگاه بکنین یا واگذار میکنین؟ دل ناتل بیاییم. خواه یکی از مجری های تلویزیون طلوع که در بخش ورزش نطاق است مجری است نام بگیرین. با یاد مامیه اما نامش فرمان. واو چی یک نطاقی هست چی یک گزارش میگرد نام یاد مامیه هم بچه کریش که دارنه. یک دو سه چار پنج. شما بگوین سوریا جان. یک دو سوریا سه سوریا قیصری. ببینیم کس خوبش. امان الله قیصری. دشت جان یک مجری تلویزیون طلوع را نام بگیرین که نطاق ورزشی از مجری است خبرهای ورزشی و برنامه های ورزشی را پیش میبره. یک آیستا آیستا بگوین. تو کم یک گفتم. دو سه آیستا بگوین. خیرم بگم مردم. چار چار و نیم سه کیلو کم پنج. شما یک مشوره به اینتان داشته باشین یک مجری که در بخش نطاقای ورزشی میرد. یک دو سه چار پنج. کمیشه میگیم شما لفت رو خواهی برانه یکی از مجری های بخش ورزشی تلویزیون طلوع را نام بگیرین. اوستا جان موفق هستم. شما دیسا جان؟ برنامه شب نبرده که پیش میبره. برنامه شب نبرده که پیش میبره. عرفتان از نورستانی است. بله. بله یا قریب خوب شد پیش داده که چشم کور میکنی مستقیم را خیلی میشدم. شما موافق هستین و یا یکی اضافه میکنین سرتیم هستین؟ با هدو جان موافق هستم. امی نورستانی را شما میگین. برنامه شب نبرد. اگر درست بود امتیازها میاد به طرف فامیل سادات در غیر از اون امتیازها را قرط میکنه فامیل سلیمانی. ببینیم کس؟ بخت خواه از اونها یکف محکم بزنین. خوبش؟
بسیار مقبول، بسیار زیبا. ببینیم که جوابی که باز نشده ای کدام مجری بوده که کس متوجه نشد. شماره 3. شما گفتین خب از اینا سرتیم بودن، اینا با تصمیم گرفتن گفتن نه نورستانی هستن. خلاص، خب به افتخار حسنا و فایمه باز یکم محکم بزنین. سوال پنجم برنامه، سوالی که از شما پرسان میشه، تعداد جوابای ما شده فقط یک. میسی در کدام تیم جهان بازی میکند؟ بارسلونا. بارسلونا. اس بچا شما در کدام تیم گفتین؟ امریکا. امریکا گفتین. خب بیا که فایمه افشار داده ببینیم که اس بارسلونا. واو، بسیار مقبول، تبریکتان باشه. شما بفرمایین. خب شما هم بفرمایین استاد جان. بازیکن امریکایی بودم، من نفهمیدم ولد امریکا بازی میکنه. خب در این قسمت برنامه جا داره که تشکری کنم از شرکت خالد لمر تلفون پرایم که دو تلفون پرایم در این قسمت برنامه بر فامیل سلیمانی در نظر گرفته. سلام. شما سرتیم هستین، میشه که باز بین دوستا ایره یک جرامت داشته باشین و همچنان مبلغ 10,000 افغانی از طرف برنامه رو در رو بر شما داده میشه و شما بینتون مشوره کنین که در مرحله نهایی کی امرای ما در مقابل 500,000 افغانی مبارزه میکنه. استاد جان از شما خیلی تشکر. شما کی میخواید در مرحله فاینال بازی بکنن؟ ما و سوریا جان. بفتخارشان خیلی. خب بسیار خوب، سوریا جان اون طرف میرن، چیگه بود اون طرف. خب کی میخوای موسیقی بشنوه؟ من سوریا جان زیاد موسیقی را دوستم داره. خب. و باید بشنوه، ما جواب میده. خب بسیار خوب، خیلی بفتخار. سوریا کف محکم بزنین، بفرمایین. فایمه جان دیگه خودتان فکر میکنم دو سال بودن گرداندام هستین، یک وقفه را شما بگوین. حالا وقفه خیلی کوتاه میگیریم، دوباره زود برمیگردیم. منتظر برنامه رو در رو، یک گلاس چای همراه. و اینجا هم طلوع است و فایمه میخواید که 5 سوال اول برنامه را که مرحله دوم از جواب بده و سوریا جان رفتن موسیقی میشنوند. 20 ثانیه آماده؟ یک کشوری را بگویید که در بیرق آن کشور رنگ سفید موجود باشد. امریکا. ترکاری را بگویید که هم خام خورده میشه هم پخته. هم خام گلپی. در کدام قسمت های منزل از چوب کار گرفته میشود؟ خانه. مردم افغانستان برای تفریح به کدام کشور سفر میکنند؟ هندوستان. یک غذای را نام ببرید که آماده کردن آن مشکل باشد. برنج. بفتخارش. ما سوال کردیم یک کشور را بگویید که در بیرق آن کشور رنگ سفید موجود باشد و شما گفتین چند امتیاز داره؟ 13 امتیاز. ما گفتم ترکاری را بگویید که هم خام خورده میشد هم پخته و شما چی گفتین؟ چند امتیاز داره؟ ما پرسان کردم در کدام قسمت های منزل از چوب کار گرفته می شود و شما گفتین چند امتیاز داره؟ صفر. ما سوال کردم مردم افغانستان برای تفریح به کدام کشورها بیشتر سفر می نمایند و شما گفتین ببینیم هندوستان چند امتیاز داره در این قسمت؟ 24 امتیاز. خوب امتیاز است. ما گفتم یک غذای را نام ببرید که آماده کردن آن مشکل باشد و شما گفتین برنج. چند امتیاز داره؟ خب بفتخار شما کف محکم بزنید. خوب بازی کردن، بد نبود. بفتخار سوریا کف محکم بزنید و فایمه شما بفرمایید. سوریا جان بین ببخشین این طرف ستا چاین. خوب است انشالله؟ از موسیقی لذت بردین؟ خوب بود. 5 سوال بازم از شما پرسان میکنم، اگر کدام جواب را که فایمه داده بود درست است اینی صدا را شما میشنوید. اوکی. آماده است انشالله؟ انشالله. یک کشوری را بگویید که در بیرق آن کشور رنگ سفید موجود باشد. پاکستان. ترکاری را بگویید که هم خام خورده میشه هم پخته. زردک. در کدام قسمت های منزل چوب کار گرفته میشود؟ تهکوی. مردم افغانستان برای تفریح به کدام کشور بیشتر سفر میکنند؟ استرالیا. یک غذای را نام ببرید که آماده کردن از اون مشکل است. منتو. 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 از بفتخار شکف محکم بزنید. خب ما در قسمت اول سوال کردم یک کشور را بگویید. واو، تا این حال ثانیه های تو باقی بوده. من سوال کردم یک کشوری را بگویید که در بیرق آن کشور رنگ سفید موجود باشد و شما گفتین ببینیم پاکستان چند امتیاز داره؟ 10 امتیاز. بلندترین امتیازش ژاپن بوده. من پرسان کردم ترکاری را بگویید که هم خام خورده میشه هم پخته. سرد. فایمه گلپی گفته بود و شما چی گفتین؟ زردک. زردک. ببینیم چند امتیاز داره؟
خوبش 15 امتیاز. بلندترین امتیازش رومی بود. ما پرسان کردم در کدام قسمت های منزل از چوب کار گرفتم می شود و شما گفتین؟ تهکوی. تهکوی گفتین. ببینیم چند امتیاز دارم. خوب امتیاز است. بلندترین امتیاز از این دروازه بود. ما سوال کردم مردم افغانستان برای تفریح به کدام کشور بیشتر سفر میکنند؟ استرالیا. استرالیا. ببینیم چند امتیاز داره؟ که بلندترین امتیاز از این هندوستان بود که مردم به موجه چون ویزش ارزان است به مو خاطر کلا یموجه میره. لاشپت نگر. ما گفتم یک غذای رو نام ببرید که آماده کردن از اون مشکل است و شما گفتین منتو. ببینیم که منتو چند امتیاز داره؟ 29 امتیاز. خوبش. و بلندترین امتیاز هم امی منتو بوده. خب بیاین شما بیاین که خوب بازی کردین و افتخارشون بازم یک کف بزنین. 91 امتیاز هم 91 امتیاز هم از خود کردین. 91 امتیاز هم خوب امتیاز بود. اگر 110 امتیاز دیگه هم اضافه بشد 500 هزار هم میبردین. بازم تشکر از شما لطف کردین، مهربانی کردین، دختر خانم ها افتخار هستن و مهربانی کردین. تشکر. خیلی تشکر از شما. دعوت ما کردین. زنده باشین، بخیر باشین. ما دعوت نکردیم، خودتون پیام موندین. و اگر شما میخواین دوستان عزیز که بیاین در این برنامه بازی بکنین، 500 هزار افغانی ببرین و 456 زنگ بزنین، شماره 622 افشار بتین. و 500 هزار افغانی هر شب در خدمت شما است. تشکر از شما دوستان عزیز. شب خوب و خوش برای همه شما میخوایم. خداوند یار و نگهدار شما. Love you افغانستان. بر دیدن برنامه قبلی با اینجا را کلیک کنید. بر دیدن برنامه بعدی ما اینجا را کلیک کنید. و همچنین اگر میخواهید سابسکرایب کنید، این قسمت را سابسکرایب کنید. اگر برنامه تلویزیون طلوع شما را خوشتان میاد، لطفاً در کامنت با ما در جریان بگذارید.